سلام، با 180 ثانیه جمعه 18 آبان ماه ما را همراهی کنید. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از پلیس ایتالیا تایید کرد حدود 270 کیلوگرم هروئین را از یک کشتی که از مبدأ بندر عباس حرکت کرده بود کشف کرده است. مقام‌های ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت این کمیسیون معتقد است دولت از این پس به دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند نباید کمک کند. به گفته او باید از دانشجویانی که تا پیش از شرایط کنونی برای تحصیل به خارج رفته اند حمایت کرد، اما از این به بعد اولویت تحصیل باید با داخل کشور باشد. حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت در نبود زیرساخت‌های مبتنی بر استاندارد دولت با چالش‌های زیادی مواجه شده که تولید و صنعت را در کشور فلج کرده و در این زمینه تا مسائل زیرساختی حل نشود نمیتوان از دولت انتظار معجزه داشت. کشاورزان منطقه خراسان در شرق اصفهان که از کشت پاییزی خود به دلیل نبود آب در زایندرود محروم شده اند امروز دست به تجمعی اعتراضی زدند. چرا از این شما واشنگتن تصمیم دارد شبه نظامیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی و نام آنها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام آمریکا در چارچوب سیاست جدید این کشور و اتخاذ مواضع سخت و قاطع آمریکا در قبال گروه‌ها و شبه نظامیان تروریستی وابسته به ایران در سراسر خاورمیانه انجام شده است. دبیر کل فیفا روز پنجشنبه در یک پیام توییتری بر ادامه تلاش این سازمان در داخل و خارج از ایران برای حضور یافتن زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی تاکید کرد. گزارش‌ها از کشته شدن بیش از 20 شورشی در جریان عملیات نیروهای دولتی در نزدیکی استان ادلب سوریه خبر می‌دهند. گفته شده که این شدیدترین درگیری‌ها در شمال غرب سوریه در یک سال گذشته است. در مرکز شهر ملبورن استرالیا یک مرد مسلح به چاقو به ماموران پلیس حمله کرده و یک نفر را کشته است. این حمله امروز جمعه صورت گرفته و پلیس ملبورن گفته است فرد مهاجم دو نفر دیگر را نیز زخمی کرده و خود در اثر تیراندازی ماموران پلیس زخمی شده است.